कि नाम खुदा रफा ये प्यारा है व कलिमतुल्लाह हियल उलिया नाम खुदा बुलंद है इब्रूस शिखा भी खुदा नाम मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो बरकत शाही सब मेरे ईसा नाम मुबारक है अल्लाह जल जलाल रो बरसी कर शामिल ईसा नाम सहाबे रसूलुल्लाह तआला अलैहि अजमईन रो बरसी पाए सब दरवी आसफत मेरे ईसा اما وعده الله عز وجل کی اسمها را من بلند میکنم اگر چه اهل دنیا همه دست به یکی کنند این وحده قرآن 1400 سال الله عز وجل از این عظمت نگهبانی کرده حفاظت کرده امروز هم کسی نمیتواند این را پایین بیاره این وعده قرآن و کلمت الله هی العلیا لا اله الا الله در فضای آسمان ها کسی نمیتواند این نام مبارک را این عزت مسلمان ها را به زمین بیاره میتونه مسجد مسلمان را تخریب کنه میتواند سرزمین مسلمان ها را به آتش بکشد میتواند زن و بچه مسلمان را بکشد ویرانش کند در این سرما رهایش کنم که از سرما بمیره اما حافظ این کلمه حافظ این دین حافظ این قرآن حافظ این عظمت کیه؟ الله کی هست؟ الله وقتی انسان به قرآن میرسه که این محبت را الله عزوجلال در دلها قرار داده عده میان با خدا مبارزه کنن اما نمیدانند قلم در میدارند طریقه مبارزه اینه زبان با زبان مبارزه میکنند با اسلحه مبارزه میکنند اینها میخوان کسانی را که الله ذوالجلال به هم وصل کرده دلهایی را که خداوند متعال به یکدیگر متصل کرده با قلم میخوان جدا کنند با صحبت و خطابت جدا کنند با شایعات جدا کنند اما نمیتوانند چون این وصلت را کی برپا کرده؟ کی برپا کرده؟ و الف بین قلوبهم اون که در دل شاگردان قرآن محبت انداخته کی هست؟ دشمنان که نمیتوانند اینها را ازم جدا کنند اما الله عزوجلال در این آیه به نکته دیگر هم اشاره میکنند محمد رسول الله چه اخلاق زیبایی داری شما چقدر شیرین سخنی و انک لعلی خلق عظیم ای محمد صلی الله علیه و سلم شما در یک اخلاق بسیار بلند و بسیار بزرگی هستید اما ای محمد اخلاق شما بلنده زبان شما بسیار شیرینه بسیار فصیح و بلیغی بسیار مهربانی مهربانی شما چیزی دیگر اما الفت قلبه های صحابه من الله اینو برقرار کردم سبحان الله حتی الله عزوجلال می فرماید این فصاحت و بلاغت شما نبوده که اینها را در کنار هم قرار داده این الفت و مهربانی و لطف و کرم و احسان الله بوده که این جمع را در کنار قرآن جمع کرده حافظ آره یک بار دیگه بخون آره بخون وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ حکیم محبت با مال و ثروت معنی نداره محبت با مقام و ریاست معنی نداره این که منصب بدن مقام بدن زمین بدن ملک بدن جایگاه بدن قدرت بدن مال و ثروت در اختیار بذارن اینها محبت نمیاره و اگر بیاره موقتی است بقایی نداره این پیام قرآنه محبت از جانب الله از جانب الله
سعدی رحمت الله تعالی علیه به کسانی که به خاطر دنیا، اموال دنیا، مقام دنیا با هم لحظه دوستان چی میفرماید؟ این دقل دوستان چی میبینی؟ چی هم؟ مقصان هم گردش. یکی بلند بگه بشنه من؟ مقصان هم گردش ایرونی. بله؟ مقص هم چی هم؟ مقص چی هستم؟ چه جالب میفرماید؟ گویا من وقتی به اینها میرسم اینها آیات قرآن را تشریح میکنند که الله عزوجلال میفرماید محبت در میان انسان ها بر یک چیزی ممکنه با چیز دیگر ممکن نیست. اگر از دروغه، اگر از لحظه‌ایه، اگر از به خاطر اینکه فعلا زیر سایه قرار دارن، اگر از زیر سایه بیرون برن دوباره با هم دشمنن. اون زمانی که محبت به خاطر الله عزوجلال در دلها آمد اون محبت برای همیشه میماند. الله عزوجلال پیام میده محبتی که برای خدا هست هم در دنیا میمانه و هم در آخرت میمانه. اینه که خداوند متعال میفرماید که اگر اهل دنیا بیاید کل دنیا را هم خرج بکنن صرف این بکنن که بخواهن یک جماعت کسایی با مال و ثروت بلا کنن که محبت داشته باشن، این ممکن نیست. محبت صحابه به خاطر ایمان بوده، محبت صحابه به خاطر اون یقین و باوری بوده که اونها به آخرت داشتن، به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، به رب العالمین داشتن و این محبت را در قلب اونها کی گذاشته؟ الله.